درود بر شما به برنامه کووید 19 یا ویروس کرونا خوش آمدید. قبل از اینکه به محتویات این برنامه بپردازیم، لطفاً کرونا را جدی بگیرین و به میزان مبارزه ایتان هر روز با این ویروس بیفزاین. این ویروس کشنده هزاران تن را در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان مبتلا ساخته به خود و در این زمان هزاران تن هم جان خود را از دست دادن. حالا میزان مبتلایان از میلیون بالا رفته، بیش از 1,434,000 تن مبتلا به این ویروس شدن. میتونین دستانتان را با آب و صابون بشوین، هر قدر بیشتر بشوین اما قدر مسئول خواهید بود در برابر این ویروس. همچنان میتونین از مایع ضد عفونی استفاده کنین. حالا میریم آخرین آمار از شمار قربانیان ویروس کرونا را در جهان براتون ارائه میکنم یا پیشکش میکنم که در آخرین مورد این رقم به کجا رسیده. نخستین کشور آمریکا هست. کشور آمریکا تا کنون شمار مبتلایانش 399,929 تن و 12,911 تن هم تا کنون در این کشور جان خود را از دست دادن. در اسپانیا 146,000 تن 146,690 تن مبتلا به این ویروس شدن، 14,555 تن هم تعداد تلفاتش هست. در ایتالیا شمار مبتلایانش 135,586 تن و تعداد تلفاتش هم 17,127 تن، یعنی کشور ایتالیا بیشترین آمار تلفات را داره. در کنار این میریم سر میزنیم به فرانسه. در فرانسه 110,070 تن مبتلا به این ویروس شدن و 10,343 تن هم از شمار تلفاتش را شکل میده. در آلمان 107,663 تن مبتلا به این ویروس شدن، 2,016 تن هم تعداد تلفاتش هست. در چین 82,809 تن مبتلا به کرونا شدن و تعداد تلفاتش هم 3,337 تن است. ایران 64,586 مبتلای ویروس کرونا داره و 3,993 تن در این کشور جانای خود را از دست دادن. بریتانیا 55,957 تن مبتلا به این ویروس شدن و 6,171 تن هم جانای خود را از دست دادن. در ترکیه 34,109 تن مبتلا به این ویروس شدن اما تعداد تلفاتش 725 تن است. در بلژیم شمار مبتلایان 23,403 تن هست و تعداد افرادی که جان خود را از دست دادن 2,240 تن. اما افغانستان شمار مبتلایان در آخرین مورد 444 تن و تعداد تلفات هم 14 تن. در این برنامه از آقای شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و از اعضای کمیته مبارزه با ویروس کرونا دعوت کرده بودیم که حداقل از طریق ویدیو کانفرانس با ما پیوندند و آنچه برنامه اطلاع رسانی بوده تا اینجای کار چقدر موفقانه پیش رفته. همکارانمون خیلی تلاش کردند تا اینجا داشته باشیم ایشان را، اما با تاسف که تاکنون تلفن خود را پاسخ ندادن و انشاءالله که بتونیم تا دقایق دیگر ایشان را روی خط بیاریم و حداقل اطلاعات را از بزرگواران داشته باشیم. در وضعیتی که وعده های زیادی داده شد به خاطر کمک برای شهروندان به خصوص پایتخت نشینان از 100 دلار گرفته که حالا 100 دلار به 4 کیلو گندم ختم شده، آنچه که در گزارش هم داشتیم در بخش اقتصادی. اما حکومت در کار مبارزه با ویروس کرونا بی اعتنا است و این ویروس در کشور بیشتر شیوع کرده. شماری از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب میگویند که روند آزمایش ویروس کرونا در هرات با چالش های زیادی مواجه است و در بسیاری از ولایت ها بسته های بهداشتی هنوزم نرسیده است. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان از وزارت صحت میخواهد تا چالش های بهداشتی را در همه ولایت ها در نظر داشته باشد. بیشتر در گزارش بیننده باشید. باز میگردیم. کارت های ما
افزایش بیماری کرونا در کشور نگرانی های جدی اعضای مجلس نمایندگان را برانگیخته و این نمایندگان حکومت را در کار مبارزه با ویروس کرونا به ناتوانی متهم می سازند. آنان می گویند که اگر حکومت روند قرنطین را در مرزهای کشور عملی می کرد، ویروس کرونا گسترش نمی یافت. هر روز به تعداد آمار مصاب شدگان به این ویروس اضافه شده می ره. متاسفانه دولت افغانستان آنچه که باید از ابتدا انجام میداد و قرنطینه ایجاد میکرد و اوی دعوت کنندگان محترمی که از کشورهای مختلف و افغانستان می آمدند آنها را قرنطین میکرد تا وضعیتشان مشخص میشد که نکرد. حال که یک تهدید کلان متوجه مردم افغانستان هست و هرات بیشترین رقم این مصاب شدگان داره و شاید تعداد زیادی هم هنوز در این شهر وجود داشته باشه که تشخیص نشده. متاسفانه بحث عدم داشتن ظرفیت تست در ولایت هرات تبدیل شده به یک بحران و یک فاجعه بزرگ. با وجودی که آمار مرگ و میر در نتیجه کرونا در همه کشورهای جهان 5% هست، گزارش‌ها در افغانستان در بعضی ولایت‌ها الی 50% آمار مرگ و میر بالا نشان میده و مخصوصا ولایت هرات در وضعیت بسیار نگران کننده قرار داره. مردم بسیار نگران هستند از این وضعیت. ما فعلا در قیس دکتر نداریم، بستر برای مریض ها نداریم و ادویه کافی نداریم و خواست ما از حکومت مرکزی وزارت صحت عامه این است که به ولایت بادغیس هم توجه جدی نمایند. در همین حال رئیس مجلس نمایندگان میگوید که با چالش های ویروس و کرونا به گونه متوازن از سوی حکومت باید پرداخته شود. از وزارت صحت عامه میخواهیم که مشکلات تمام بخش های 30 ولایت به شکل متوازن در نظر گرفته و عمل کنند. نمایندگان مردم در مجلس تاکید می‌ورزند که اگر مبارزه با ویروس و کرونا به گونه سلیقه‌ای و سیاسی به پیش برود، مهار این پدیده در افغانستان کار دشوار خواهد بود و مردمان بیشتری به این بیماری مصاب خواهند شد. در این برنامه ویژه کووید 19 آقای فعاد احمدی همکارمان را از ولایت هرات با خود داریم و بیشتر در مورد وضعیت هرات، این که چگونه با کووید 19 یا کرونا دست و پنجه نرم میکنه و وضعیت زون غرب چگونه هست، آخرین اطلاعاتشون از چه قرار است، از ایشان خواهیم شنید. اما در این برنامه آقای شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ را دعوت کرده بودیم که حداقل میتونستن بیاین و به مردم اطلاعات ابتدایی را هم شریک بسازن که کار اطلاع رسانی حکومت افغانستان چقدر مؤثر بوده. رسانه ها کار خود را انجام میتن، زمانی که مسئولان حکومتی حضور نمیابند در برنامه ها این چقدر میتونه شکننده تمام شود و وضعیت را بدتر از قبل بسازه. آنچه قابل یادآوری هست، آقای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هستند، نهادی که باید حمایت کنه از چنین مواردی از جمله اطلاع رسانی برای شهروندان افغانستان. اما وقتی که آقای معین تشریف نمیارن به گونه لایف یا ویدیو کانفرانس، ای چه پیامی را میتونه به دنبال داشته باشه؟ موارد بعدی است که انشاءالله مسئولان حکومتی بزرگ مهران را بیشتر موارد را با ایشان شریک میسازن. اما میریم به طرف احمدی صاحب از هرات. درود به شما احمدی صاحب. هرات در چه وضعی است و چگونه دست و پنجه نرم میکنه با کووید 19؟ سلام خدمت شما. احمدی صاحب صدای من را دارین؟ بفرمایین. هرات چگونه دست و پنجه نرم میکنه با کووید 19؟ اگر پرسش خود دوباره بفرما کنیم دوستان. یک بار دیگر میخواهیم تکرار کنم که حالا وضعیت در هرات چگونه است، شهروندان در چه حالی هستند، ارائه خدمات چگونه است و در کل چگونه دست و پنجه نرم میکنن هراتیان با کووید 19؟ سلام خدمت شما و همچنان بینندگان آریانا نیوز. متاسفانه هرات از 48 ساعت به این طرف کتای آزمایششان، یک قسمت از کتای آزمایش دچار یک کمبود شده و از 48 ساعت به این طرف ما هیچ نتیجه از لابراتوارهای هرات نداشتیم و مشخص نیست که تعداد در هرات چه تعداد شده. و چنانچه امروز هم وزارت صحت عامه وقتی که آمار اعلان کرد از هرات هیچ مورد نداشتیم. تا به حال بیش از 230 چند نفر از هرات مبتلا به ویروس کرونا هستند. 13 نفر از این افراد تا حال بهبود یافته، 4 نفر از این افراد
4 نفر جان خود از دست دادن. متاسفانه وضعیت در هرات خوب نیست. امروز صحبت های کمرای مسئولین سرطامه هرات داشتیم، صحبت از یک فاجعه شد که تا دو هفته دیگه موسونامی خفته سر بلند خواهد کرد. ما تعداد روز به روز بیشتر میشه. از جهت دیگه متاسفانه هر روز تعداد کسایی که از ایران میان، ما تا به امروز 2200 چند نفر تنها امروز داشتیم که به اصطلاح وارد هرات شدن. چالش ها در هرات زیاد است. متاسفانه اداراتی که باید سمپاشی بکنن در هرات، برخی از مناطق سمپاشی کردن و قیود روزگردی به اون پیمانی که باید مراعات میشود متاسفانه نمیشه و اینا همه شهروندهای هرات، فعالین مدنی، روزنامه نگارا، خود مقامات محلی، مسئولین سیر نگران کردن. اما پرسشی که مطرح میشه، ارائه خدمات در چه حد است؟ وزارت صحت عامه افغانستان گفتن که حالا امکانات در اونجا هست و بگونی بایدش وجود داره، اما ما رئیس صحت عامه هرات را داشتیم، گفتن ما ابتدایی ترین امکانات را به قولی نداشتن و 14 میلیون افغانی را هم قرض کرده بودن. صلاحیت پولی واقعا داده شده برای رئیس صحت عامه حالا که مصرف کنن و این کتار حداقل خریداری کنن یا نه؟ ببینیم، صلاحیت برای ازیاد داده شد. بعد از کمیته تدارکات برای ازیاد صلاحیت خریداری داد و حتی جدیدن میگن که پول هم به خلاف مصرف شده و پول اندک باقی مانده. 25 میلیون. بحث امکاناتی که اینا خریداری میکنن نیست. اینا کتای هست که باید از کابل برای ازیاد ارسال بشه و گویا از حدود 7-8 ساعت به این طرف در میدان هوایی کابل باقی مانده و کسی نیست که کتار به هرات انتقال بده. و ما مثلا شفاخانه معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان آمد، شفاخانه کوید 19 هرات که قرار بود تا 20 روز به بهره برداری برسه، این آمد افتتاح کرد. اما در او شفاخانه هیچ امکاناتی وجود نداره، تخت برای بیمارا وجود نداره و حتی ما میتونیم بگیم دروازه از او شفاخانه مسدود است، چرا که امکانات تا به حال خریداری نشده به او بیمارستان. ما صحبت های سخنگوی وزارت صحت عامه شنیدم که ما برای مقامات دستور دادیم، امکانات دادیم، پول فرستادیم که اونا برن به اصطلاح مجهز بکنن. این که خودشان این کار نمی کنن، به گفته خودش بر ما، بر از او وزارت هم سوالی است، بر مردم ایرات هم سوالی است. اما از جهت مقامات در ایرات میگن ما امکانات در اینجا مهیا نیست، امکانات بعد از کابل برسه بر ما و او امکاناتی هم که از کابل برسه خود زمان میگیره مثل همین کتاب. و مسئله پول مطرح نیست، مسئله پول به این دلیل میگم مطرح نیست که وزارت میگه ما دستور دادیم برای از این مقامات که این مقامات خریداری کنن، اما نیازمندی هایی که در هرات هست او باید از کابل یا از خارج از افغانستان تامین بشه. خب شکایتی از کمبود دستکش، شکایتی از کمبود ماسک و امثال از یا هست، اما اینا زیاد جدی نیست چون در داخل خود هرات هم به اصطلاح این امکانات وجود داره که خود از یا خریداری بکنن. اما احمدی صاحب، وضعیت مواد خوراکی در چه وضعیتی قرار داره؟ مواد خوراکی یا خوربار در چه حالت است؟ سوال اساسی اینجاست که در کابل به قول برخی قیمت‌ها بلند رفته. حالا ما یک بوجیارد را امروز 2200 افغانی در برخی مناطق داریم، جایی هست که 2100 و 2000. حالا این چقدر تاثیر گذاشته روی مواد خوراکی در هرات؟ مواد خوراکی متاسفانه قیمت بالا رفته، قیمت آرد بالا رفته، اما به پیمانی که در کابل و برخی ولایات دیگه ما گزارشاتی داریم در هرات به پیمانه بالا نرفته. قیمت برنج هم همچنان، قیمت مواد شوینده مثل حتی مواد اولیه که مثلا استفاده میشه مثل دستکش و ماسک، متاسفانه قیمت هر روز بالا میره. من یک دست ماسک، بسته ماسک امروز مثلا فکر کنم به 300 خریدم، فرداش که دوباره رفتم نرخ بگیرم به 500، یعنی در یک روز 200 افغانی تنها یک بسته دستکش قیمت ازی بالا رفته. این مسئله متاسفانه در کل افغانستان هم میگیر است و زمانی که ما میپرسیم چرا، میگن به دلیل از اینکه شرکت های فروشنده میگن ما در روزهای آینده با کمبود از این مواجه میشیم، ما قیمت به این پیمانه بالا دادن و قیمت را افزایش دادن تا بتونن خود از یا خریداری کنن. اما مسئله دیگه که وجود داره در هرات، چنانچه معلوم میشه نسبت به اکثر ولایات، تاجرا در هرات، سرمایه‌دارا در هرات برای نیازمندا، برای فقرا در هرات کمک‌های بسیار خوبی را انجام دادن و انجام میدن. دولت تا به حال کمک آنچنانی در هرات برای نیازمندا انجام نداده، اگرچه والی هرات آقای سید عبدالوحید قطالی تاکید بری داره که من تلاش میکنم در روزهای آینده برای نیازمندا در هرات کمک بکنیم. گزارشات ما داره، منوز مقامات تایید نکردن که
60,000 بسته کمکی قرار است در سه مرحله در هرات برای نیازمندا به اصطلاح کمک توزیع بشه. اگر از هرات بیرون شویم به زون غرب بریم در کل، حالا بادغیس، غور و ولایاتی که در کنار هرات هستن وضعیتشان از چه قرار است؟ گپ و گفتایی در مورد این وجود داره که حتی ابتدایی ترین امکانات برای تشخیص ویروس کرونا به اونجا نرسیده و در این زمان ابتدایی ترین وسایل را ندارن؟ دقیقا من از ولایت غور شروع میکنم. در ولایت غور بارها فعالین مدنی و خبرنگارا در صفحات اجتماعی فیسبوک نوشتن که کتای آزمایش در غور موجود است، اما به اصطلاح وسیله نیست تا اونا به کابل انتقال بدن. حتی از طریق زمین نتونستن او کتار انتقال بدن به هرات که به اصطلاح اینا آزمایش بشه و سپس اعلان بشه. در ولایت فرا متاسفانه همین مشکل و همین چالش وجود داره. در بادغیس هم وجود داره. شهرها به قرنطینه رفته، یعنی قیود روزگردی در فرا، بادغیس، بود و نیمروز وضع شده. اما متاسفانه در قسمت تست اینا مشکل دارم، در قسمت خدمات صحی مشکل دارم. اینکه در نیمروز که به اصطلاح یک ولایتی است که همسرحد با ایران است و هر روزه روزی 1000 تا 2000 نفر وارد افغانستان میشن، تا در اون ولایت تاول مرکز به اصطلاح تست فعال نشده. در ولایت فرام همچنان، در ولایت هرات که حالا فعال شده ما میبینیم کمبود تجهیزات است برای آزمایش. در ولایت بادغیس هم متاسفانه امکانات کم است. اما از جهت مقامات محلی در این ولایت تمام تلاش خود میکنن تا جلوی شیوع از این بگیرن، اما در پله از اینکه خب تلاش از طرف مردم و مقامات صورت میگیره، نیاز به یک سری امکاناتی هست مثل تست آزمایش برای مثبت یا منفی خود شناسایی ویروس کرونا، که در این قسمت متاسفانه در غرب افغانستان که بخصوص هرات که کانون کرونا افغانستان محسوب میشه، این مشکلات وجود داره. ممنونتون احمدی صاحب، لطف کردین از اینکه حضور یافتین. فاد احمدی بود همکار ما از هرات که جزئیات را شریک ساختن. اما قابل یادآوری میدونم که آقای شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ و از اعضای کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا را امشب دعوت کرده بودیم. حضورشان خیلی ها مؤثر می بود در این برنامه که اگر حضور می یافتن و حداقل اطلاعات را شریک می ساختن. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان زمانی که چنین کاری را انجام بده، پس چه انتظاری میشه از سایر نهادها و ادارات داشت؟ حداقل به تماس همکاران ما هم پاسخ ندادن که نمیتونن حداقل در این برنامه حضور بیابن تا که میتونستیم منبی بدیلی پیدا کنیم در برنامه، و امید داریم که حداقل مسئولان ارشد این موارد را متوجه بسازن. با بزرگ مهران ممنون همراهی شما. هم برنامه را با گزارش به پایان میرسانیم. تا درود دیگر، بدرود. با تایید 21 مورد تازه ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان در کشور به 444 نفر افزایش یافت. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، از 21 مورد تازه ثبت شده، 12 مورد در کابل، 3 مورد در غزنی، 2 مورد در بغلان، 1 مورد در میدانوردک، 1 مورد در لوگر، 1 مورد در هلمند و 1 مورد دیگر در تخار است. در 24 ساعت گذشته 11 بیمار کووید 19 شفایاب شدند. وزارت صحت عامه میگوید که هیچ شفاخانه خصوصی در افغانستان ظرفیت تشخیص ویروس کرونا را ندارد. این وزارت همچنان دستور توقف تمامی فعالیت‌های بیمارستان امیری کمپلکس را پس از مرگ یک پزشک در این بیمارستان بعد دلیل ابتلا به ویروس کرونا تا زمان تکمیل شدن آزمایش کرونای تمام کارمندان آن صادر کرده است. دکتر سایوای عزیز، ام مسلکای عزیز، شما فکر بکنین اجرای تست در شفاخانه که در اوج اینویسیف پروسیجرهای کاردیولوژی اجرا میشه از نظر شما علمی است یا خیر؟ خود فراخواندن مریضای مشکوک با این شفاخانه کار علمی است یا خیر؟ نزدیک به 3 هفته پیش مسئولان این شفاخانه از آغاز فعالیت آن برای انجام تست کرونا خبر دادند. وزارت صحت عامه میگوید پیش از این تست کرونای پزشکی که از اثر ابتلا به کرونا جان باخته در همین بیمارستان منفی تثبیت شده بود، در حالی که نتایج لابراتوار وزارت صحت عامه آزمایش کرونای این پزشک را مثبت تثبیت کرده است. از سوی دیگر وزارت داخله هم از تدابیر جدیتر پلیس برای منع گشت و گذار شهروندان کابل خبر میدهد. 16% پلیس ما امروز صبح زود در ساعات مختلف کابل با 400 اراده پلیس مستقر شدند که قیود رفت و برگشت بگونه بسیار جدیش تطبیق بکنند. شماری از شهروندان هم از مردم می خواهند تا بجز از نیاز مبرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
در صورتی که مشکل جدی ندارن از خانه بیرون نبرن و در بازار گشت و گذار نکنن. خدای نخواسته اگر ویروس یک نفر بگیره در کل اعضای فامیلی ویروس انتقال میشه. هرچند که وزارت داخله از تجدید قانون منع گشت و گذار در شهر کابل خبر داده است، اما هنوز هم قسمی که دیده میشه شهروندان کابل در شماری از نقاط کابل به گشت و گذارهایشان ادامه میدهند. شما به خاطر مسئول ماندن خود و فامیلتان لطفاً در خانه هایتان بمانید. روحید اندیشمند، آریانا نیوز.